سلام، وقت شما بخیر. ممنون که با کانال آموزش مشاورین املاک همراه هستیم. وقتی که شما مشغول کسب و کار هستین، به هر حال تمام انگیزه شما صرف این میشه که به بهترین نحو کار خودتون را انجام بدید. ولی باید یک نمادی باشه، یک نشانی باشه تا شما متوجه بشین چه به عنوان یک مشاور آیا مسیرتون درست هست، یا یه به عنوان یک بنگاهدار یا یک مدیر آژانس املاک آیا داره سیستم شما درست کار میکنه، آیا مسیر شما درست هست. در این زمینه من از مایک میخالوویچ، یا به تلفظ صحیح مایک میخالوویچ، ستون نویس مجله وزین وال استریت جورنال و کارآفرین نمونه آمریکایی و الان دیگه سخنران مسلط بیزینس، سه تا کتاب رو انتخاب کردم که در سه تا ویدیو براتون کار خواهم کرد. کتاب اول که موضوع ویدیو امروز هست، پروفیت فرست هست، و کتاب دوم کدو حلوایی یا برنامه کدو حلوایی، و کتاب سوم فروشنده یا بازاریاب دستمال توالت هست. میدونید که دیگه الان اینجوری مود شده، اسمای این شکلی میذارن که یونیک باشه، هم تو یاد خواننده بمونه و هم در بازار موندگاری داشته باشه. نکته ای که میخوام بهتون بگم، امروز دیگه مثل گذشته نیست. شاید مثلا 5 قرن پیش، 6 قرن پیش، شاید کلن مثلا تعداد کتاب هایی که در کل دنیا بود مثلا 100 تا هم نمیشد، و هرچه به امروز روز نزدیک شدیم شاید الان ساعتی 100 کتاب تولید بشه، حالا چه به عنوان داستان، چه به عنوان کتاب علمی، و چه به عنوان کتاب هایی که در زمینه های دیگه هستن. این در واقع چند تا نکته درش هست. یکی این هستش که علم خیلی جز به جز شده بچه ها. یعنی دیگه شما به عنوان یک مشاور املاک دقیقا میتونید کتابی پیدا کنید در زمینه این که مشاور املاک چگونه مثلا قرارداد اجاره بیشتر بنویسه، همینطور که میتونید ویدیوش رو به راحتی پیدا کنید. یا مثلا اگر میخواین در مورد آشپزی یک کتاب بخونید، میتونید هزاران کتاب در مورد حالا غذاهای محلی کشورهای خیلی کوچیک دنیا رو هم ببینید. حالا چی میشه؟ آیا کسی که فرصت نمیکنه همه این کتابا رو بخونه از علم روز دنیا عقب مونده؟ قطعا اینطور نیست. به هر حال هر کسی با توجه به فرصت محدودی که داره میتونه کتاب‌های محدودی بخونه. ولی کاری که الان ما داریم میکنیم، یا خیلی از شبکه‌ها یا پادکست‌ها دارن انجام میدن، کتابایی که انقدر اثرگذاره رو به صورت گلچین شده، در واقع به قول قدیمی‌ها رو نوار کاست ما در 60ها مینوشتیم، سلکشن میکنیم و میایم در موردش صحبت میکنیم. این باعث میشه که وقتی برای شما جذاب بود فرصت کنید و این کتابا رو بیشتر بخونید. نکته ای که در Profit First میگه، یا همون اول سود میگه، در واقع بیشتر دنبال این هست که کاسبی های خرد و کوچیک و از این بدبیاری ها و از این منتج به نتیجه نبودن و سودزا شدن و اینها نجات بده و اینها رو در مسیر سود قرار بده. با توجه به اینکه خودش یک آدم مالیچی هست، تحصیل کرده بحث حسابداری و مالی هست، به مبحث مالی هم میپردازه. ما با اون بخش کتاب خیلی کار نداریم، ولی این فرمول از این کتاب خیلی به درد ما میخوره که در واقع سود یا همون پروفیت که توی اینجا گفته در واقع برابر هست با درآمد ما یا فروش ما منهای هزینه ها. خب همونجور که اینجا براتون نوشتم، اگه درآمد عدد بزرگتری باشه، هزینه ها رو که کم میکنین شما با یک عدد مثبت مواجه میشین، و اگر درآمدتون کم باشه و هزینه ها بیشتر باشه با یه عدد منفی. نه عدد منفی این میتونه نشون دهنده موفق شما باشه و نه مثبتش. روند مهمه. من براتون توضیح میدم. دیدین که وقتی بعضی از دوستان میخوان برن مثلا پیاده روی، قبل از اینکه تصمیم به پیاده روی بگیرن شروع میکنن یه کتونی خیلی خوب میخرن، یه لباس ورزش خیلی خوب میخرن، و چه میدونم از این مچبندایی که میزنن که تعداد قدم ها و ضربان قلب و نمیدونم همه رو میگه، و بدون اینکه حتی یک جلسه پیاده روی کنن این هزینه ها رو میکنن، و این مثل یک آینه دق گوشه خونه میمونه و هر دفعه که نگاش میکنن یاد این تصمیم خودشون میافتن که موفق نشده. در واقع شما وقتی شروع میکنین املاک بزنین،
روزای اول انگیزه دارین، لوگو درست میکنین، دنبال نمیدونم این نئوناتون کلی حساسیت به خرج بدین که چی روشن بشه، کی خاموش بشه، چه میدونم یه قطره کثیفی، یه کوچولو خاک رو هیچ جای مغازه نباشه، فایلینگتون درست باشه، یا چه میدونم وقتی که میخواین کارو شروع کنین کلی جزئیات خودکارای رنگ و رنگ ترتمیز یه سررسید نو میگیرین که نکات و فایلا و مشتریاتون رو داخلش بنویسین، چه میدونم تمام قد فقط به گوشی نگاه میکنی تا زنگ بخوره و ورداره بگی بله بفرمایین رو آگهی من تماس گرفتین. این انرژیه وقتی تمام شد شما با واقعیت‌های شغل خودتون مواجه میشین. بله به تبع در ماهای اول چه مشاور باشی چه مغازه دار باشی شما حتما حتما وقتی که از درآمداتون هزینه ها رو کم کنین ممکنه با سود منفی مواجه بشین. واقعیت این امر اینه که رفقا وقتی که به معدن طلا هم میرسین اولش کلی باید خاک بکنید و کلی خاکی بشین تا به طلا برسین، یا وقتی که میخواین یک باقی داشته باشین کلی نهال باید بکارین و چند سال برای بعضی میوه ها مثل پسته دست کم 7-8 سال فقط آب بدی و درخت ترس کنی و اسوار کنی و تا اینکه این سال اول یک میوهی بده، پستهی بده. حتی دیم هم که باشه شما کلی باید رو اون زمین کار کنین و گندم بکارین، تازه امیدتون باید بیشتر باشه که حتما خداوند بارون رو روزی کنه تا شما به سود برسید. شغل املاک هم همینطوره بچه ها. در واقع وقتی که شما کار رو شروع میکنین خیلی چیزها رو باید هماهنگ کنید تا نتیجه بگیرید. توی این کتاب آقای مایک میهالوویچ این موضوع رو مطرح میکنه که تحت هر شرایط اون چیزی که نشون میده مسیر شما در مسیر درستی هست فقط یک پارامتر و اون هم سوده. بنابراین با بازی کردن با این عددها یعنی بیشتر کردن درآمد و کمتر کردن هزینه ها شما حتما حتما به سود بهتری میرسید. مهم نیست که ماه اول حتما سه تا منشی پشت کانتر داشته باشین یا چه میدونم اصلا آبدارچی داشته باشین یا نمیدونم حتما 10 تا مشاور بچینین. مهم اینه که شما موفق بشین در کمترین زمان ممکن قرارداد ببندید. به عنوان مشاور حتما لازم نیست توی هفته اول شما کامل و قوی و پرفکت یک واسطه خوب شده باشین، ولی میتونید قدم هاتون رو درست بردارین، هزینه بی مورد نکنین. بله اگه شما هر روز بخواین اگر ماشین یا موتور ندارین از منزلتون تا محل کار با اسنپ برین، دوستان موفق نمیشین. این شغل یه شغلیه که در ماهای اول حتی در سالهای اول چنان درآمدی نداره. من خیلی ها رو شنیدم و دیدم که مثلا پیشنهاد میکنن که تو سالهای اول مثلا آقا اسنپ هم کنارش کار کنین، چه میدونم بعد از ظهر این کار رو کنین. اتفاقا برعکس، توی این کار به خصوص در سالهای اول حداقل در 15 سال اول هیچ کار دیگه ای نکنید، چون این کاره که باعث میشه سیستم شما روی این شغل بسته بشه. حالا دیگه مثل ما سوالاتون پر شد و کلی از دهه به دو دهه و وارد سه دهه شدین و این حرف. آره ما معلمی هم میکنیم، چه میدونم تو بحث فوتبال هم کارم رو پیش بردم، ولی همیشه اون ستون، اون دیرک که در واقع زندگیمو روش بنا کردم و کارم روش بنا کردم شغل املاک بود. گزینه دیگه هم اینه، حقیقت امر اینه اصلا کسی که نون این شغلو بخوره دیگه هیچ شغلی نمیتونه کار کنه، اگرم میره دیگه هابیه، سرگرمیه. یا مثلا مثل اون خیلی سال پیش تو تهران یه زلزله اومد به طرز عجیب غریبی، چون چند سال بود که اتفاقای اینجوری نیفتاده بود، اصلا یهو هیچ خبری نبود، یعنی نه تلفن زنگ می‌خورد نه کسی میومد نه کسی میرفت. بعدی که من یادم اون مقطع مجبور شدم 2 هفته با ماشین کار کنم تا بتونم اجاره مغازه‌مو بدم. میخوام اینو بهتون بگم که شما دوچار اشتباه من نشی. من دوتا اشتباه خیلی بزرگ کردم توی اوایل کار وقتی از مشاوری و مدیری جدا شدم، چون موقعی که از مغازه پدرم خارج شدم و به عنوان یه مدیر رفتم توی آژانس معروف کار کردم، و چه موقعی که خارج شدم و یکی از بهترین مغازه های یکی از بهترین خیابون های تهران پارت رو گرفتیم. یعنی اگه خیابون رشید رو بشناسین یکی از بهترین راسته ها برای کار املاک هست، با یکی از دوستانم با هم دیگه اونجا مغازه گرفتیم و من با همین روند سود وقتی یه ذره کار به مشکل خورد اون مقطع
این کار برای من اشتباه بود، نه نباید چنین مغازه بزرگ دو سه دهنه خیلی بزرگ توی خیابون رشید میگرفتم و با اون جوونی مثلا رنجمو از اون املاک آژانس که هیچی هزینه برامون نداشت، همه رو بنده خدا مدیر مسکن میداد، اومدیم بیرون که مثلا به جای 50 50 100% کلش برای خودمون باشه. ولی وقتی میگم اون انگیزه اوله به هم خورد و دیگه اون طراحی و تابلو زدن و میزا رو چیدن و منشی گرفتن و مایو داخلی گذاشتن و اینها تموم شد و با اون حقیقت محض مواجه شدیم، شاید یه مقدار ترسیدیم و محافظه کار شدیم و دومین اشتباهو کردم، مسکن با اون زیبایی و اون قوی رو جمع کردم و برگشتم گرفتم یک آژانس کوچیک‌تر زدم. میخوام این حرفو بهتون بزنم، کاش اون موقع یکی مثل من بود که الان داره به شما میگه. این نکته رو از دید آقای مایک میهالوویچ ببینین، یعنی من از شما انتظار دارم که تو اون مقطع ابتدایی انتظار معجزه نداشته باشین، ولی درست مثل کسی که وقتی که دارین توی ماشین تشریف میبرید به سمت شمال، امیدوارم تعطیلات تابستان روبرو هست و حتما بعد از این کرونایی یه سفر به دریا بزنین و حسابی کیفش رو ببرین، تنها چیزی که شما رو مطمئن میکنه که در مسیر درست هستین به غیر از این صدای آقا یا خانم در جی پی اس، اون تابلوهایی که مثلا به شما زده که مثلا 70 کیلومتر آمل یا مثلا 80 کیلومتر مونده به فیروزکوه، 40 کیلومتر مونده به چالوس، این تابلوه هر چی شما میبینید این تابلوه در کمتر میشه، برای شما این استنباطو داره که در راه درستین، مسیرم دارین درست میرین، انقدر دیگه مونده برسید. این حرفی که آقای مایک میهالوویچ داره میزنه در واقع این رو بهتون میگه که سود به شما این موضوع رو نشون میده. حالا به خصوص تو اون فروشنده یا بازاریاب دستمال توالت این موضوع رو بیشتر باز خواهیم کرد، ولی تو این مقطع میخوام بگم که مثل همون آدمی که میخواد برای اولین بار وارد یه ورزش بشه نباشید که میره چه میدونم میخواد یه جلسه بره کاراته، بهترین لباس کاراته رو میخره، کفش درونی، نمیدونم گتبند، نمیدونم دستکش بهترین، ولی یه جلسه میره تمرین و دیگه نمیره، یا اون که میخواد بره بدنسازی میره بهترین باشگاه بدنسازی شهر رو هزینه میکنه، پول 6 ماه رو پیش میره لباس ورزشی کتونی، ولی در عمل انجام نمیده. این کار توی کاسبی اینجوریه، اگر میخواین کاری رو شروع کنین مدام تلاش کنین در این رابطه سود اون بخش هزینه رو هم کم کنین. اینکه فقط درآمد داشته باشین کافی نیست برای اینکه در اون ماهای اولیه قوی باشین، سعی کنین به نسبت درآمد هزینه‌تون رو ببرین بالا. مثلا اگر شروع کردین یهو نرین یه بیلبورد اجاره کنین ماهی 13 میلیون که مثلا مغازه‌تون باز شده، فرق میکنه. مثلا ممکنه شما 4 تا شریک کننده کارین، موف جابجا شدین از آژانس قبلی، میخواین به کل محل سازنده ها خبر بدین که اومدین میایین بهترین جای اونجا، یه بیلبورد فرق میکنه. برای تویی که داری اولین بار کارو شروع میکنی یا میخوای یه آژانس بزنی مثلا بر جاده ساحلی، نره یه تابلو اجاره کنی، اجازه بده مغازه رو اول عوض کن، نره یه دفعه میسندلی گرون بخر، نره سیستم کامپیوتر بذار، نره سانترال بذار. من توی این ویدیو کایزن گفتم اون روش عبور از کسادی رو، تو استارت هم اینجوری باشین، چند تا سوال هی از خودتون مطرح کنین، بگین آقا اینجایی که دارم مسکن میزنم جای خوبی هست؟ آیا اینجا مناسب اصلا نیاز به املاک داره؟ اگر دقت کنین توی اون بررسی کتاب سنگفرش همه خیابون‌ها از کیم ووچونگ مدیر دوو بهتون گفتم ملاکاش اونجا هست، لطفاً بریم ویدیو رو ببینیم، بگن اصلا اونجا کشش داره میخواین املاکو بزنین. خودم این کاره هستم، یا باید برم چند تا واسطه برای اول بیارم، فایلینگم رو از کجا میخوام تامین کنم، اینا رو حل کنین. هی خودتون رو درگیر این که مغازه بزرگ بگیرین، چه میدونم میز صندلی آنچناری بگیرین، سانترال فلان کنین، نکنین. تو مشاوری هم همینطوره بچه‌ها، خودتون رو آی برم حتما یه آیفون بگیرم دستم اینجوری جلو مشتری در میارم آیفونه به چش بیاد، نمیدونم کت شلوار فلان، نه خیلی ساده به شغل اجازه بدین با درآمد شما رو هدایت کنه. همونجوری که از 2-3 ماه قرارداد ننوشتن کسی آسیب نمیبینه، ولی از 2-3 ماه هزینه زیاد کردن ممکنه شما یه کاسبی که میتونست با همین کسب و کار زندگیتون رو نجات بدین و در مسیر خوبی ببرین رو از دست بدین. در این موقع به نظر من بچه‌ها برای شما بهترین گزینه اینه، اجازه بدین به خودتون اولین فروش رو ببندین، 2-3 تا اجاره ببندین،
بشینید دوباره ارزیابی کنین عدد رقمایی که هزینه کردید به عنوان مشاور یا به عنوان مغازه دار، تا در کار حاضر بشین و لحاظ کنین سودی که به دست آوردین و درصدی که بهتون دادن رو جمع و تفریق کنید. اگه ماه دوم بهتر از ماه اول بود، اگه 6 ماه دوم سال از 6 ماه اول سال بهتر بود، اگر سال دومتون از سال اولتون بهتر بود، به همون ریتم حرکت کنین و خودتون رو رشد بدین. یادتون باشه توی اینجا همه عدد رقم ها نمیتونن به شما مقیاسی خوبی بدن. و به قول آقای میهالوویچ، مایک میهالوویچ، ستون نویس وال استریت جورنال، اول سود، خط اول، خط آخر فقط با سود سنجیده میشه. ببینید کارتون چقدر سودمنده و سعی کنید اونو بیشتر کنید. خیلی ممنون از همراهیتون. 2 تا کتاب دیگه از میهالوویچ خواهم گفت. نکته ای امری بود تو کامنت ها برام بگین، با لایک هم به ما انرژی بدین. خیلی ممنونم بچه‌ها. لطفاً اگه این ویدیو ها به درتون میخوره به دوستای دیگه‌تون هم پیشنهاد بدین. استقبال میکنم که دوستانی که اهل نظر هستن، صاحب نظر هستن، بدون شک از من خیلی بهترین شغل رو درک کردن، لایو بگیریم با هم صحبت کنیم تا بچه‌هایی که تو این کار تازه وارد شدن استفاده بهتری بکنن. خیلی ممنونم که همراه ما هستیم با این ویدیو. مخلصیم، جیباتون پرپول، پشت هم قرارداد ببندین و کمیسیون بگیریم. من برای شما دعای خیر دارم. مخلصیم.